اوبوسون شهری کوچک در مرکز فرانسه تابستان و پاییز امسال میزبان نمایشگاهی در حوزه تاپستری بود. نمایشگاهی با عنوان دیوار و فضا. ده ها اثر دو سالانه های لوزان سوئیس پس از 50 سال از چهار گوشه دنیا گردآوری شدند تا بار دیگر به نمایش درآیند. دو سالانه های لوزان که حدود 60 سال پیش آغاز شد، حوزه تاپستری اروپا و فرانسه را دگرگون کرد و مفهوم غالب و سنتی آن را به چالش کشید. هنرمندان شرکت کننده در این دو سالانه ها از تاپستری نگاه متفاوت و نوینی ارائه دادند که تأثیرات آن همچنان پابرجاست. ماجرا از اوایل دهه 60 میلادی آغاز شد. جان لورسا، احیاگر تاپستری فرانسه، همراه دو دوست سوئیسی، لوزان را به مرکز بین المللی تاپستری دنیا تبدیل کرد. با پایه‌گذاری مرکز بین المللی تاپستری سنتی و مدرن و همچنین برگزاری 16 دو سالانه. برونو یتیر، مدیر مرکز تاپستری اوبوسون، از تأثیر دو سالانه های لوزان بر هنر مدرن اروپا می گوید. پیشتر تابستری حاصل دیالوگ هنرمند طراح و بافنده بود، یعنی خلق تابستری نتیجه ارتباط و تبادل نظر بین این دو بود، اما با نخستین دو سالانه لوزان این معادله به هم خورد، به ویژه با حضور درخشان زنان هنرمند لهستانی از جمله مکدونالا آبکانوویچ. شرکت کنندگان دو سالانه های لوزان بر این باور بودند که هنرمند باید بتواند از تاپستری به عنوان ابزاری برای بیان منظور و انتقال پیامش استفاده کند. نخستین دو سالانه لوزان فرانسوی ها را که در حوزه تاپستری سابقه کهن داشتند غافلگیر کرد. آنها نمی‌خواستند به جریان نو تن بدهند. استدلالشان این بود که هنرمند نمی‌تواند در مورد جنبه‌های فنی تاپستری تصمیم‌گیری کند یا نظر بدهد. این کار اهل فن و یا بافنده است. این دو جریان در دومین دو سالانه رو در روی هم قرار گرفتند. فرانسوی ها برای مقابله با موج نو تهدید کردند که در دو سالانه ها شرکت نخواهند کرد. در مقابل سوئیسی ها توانستند دو سالانه ها را به مکانی تبدیل کنند که هنرمند فارغ از هر محدودیتی با خلق آثار خود در آن شرکت کند. در برابر این جریان فرانسه نیز از موضع خود عقب نشست. به تدریج پای شرق دور به ویژه ژاپن و چین و همینطور آمریکای لاتین هم به لوزان باز شد. اما جای کشورهای خاورمیانه از جمله ایران با سابقه طولانی در حوزه بافت قالی، گلیم و جاجیم در این دو سالانه ها خالی بود. دو سالانه های لوزان از سوی دیگر ضرورت نقشه و چارچوب از پیش طراحی شده برای تاپستری را هم به چالش کشید. به باور آنها هنرمند برای ساختن تاپستری از منابع مختلف الهام میگیره. آنها فکر میکردن به نقشه نیازی نیست، گویی مانعی در برابر ابتکار و نبوغ بافنده بود. با از میان رفتن محدودیت های پیشین، بسیاری از هنرمندان به خلق سه‌بعدی تاپستری روی آوردند و این آثار از انحصار دیوارهای بلند و ثابت رها شدند. دو سالانه های لوزان ماده مورد استفاده در تاپستری را هم زیر سوال برد. هنرمندان شرق اروپا که دسترسی چندانی به الیاف لوکس نداشتند، به استفاده از الیاف بازیافتی روی آوردند. به تدریج تکنیک های دیگری نظیر قلاب بافی و گره بافی یا مکرومه از راه رسیدند. پس از دهه های 70 و 80 میلادی با توسعه صنعت پتروشیمی، دو سالانه های لوزان شاهد استفاده هنرمندان از پلاستیک، کاغذ و مواد سبک و لطیف در تاپستری بود. طی این سالها و از رهگذر آثار متنوعی که عرضه می شد، به تدریج شاهد ظهور پدیده جدیدی بودیم با عنوان فایبر آرت یا هنر الیاف. با این حال با پایان قرن 20 و شروع قرن 21 غلبه هنرهای ویدیویی و دیجیتال بر این جریان نوظهور تأثیر گذاشت.
از سال 2010 غلبه روزافزون دیجیتال بر هنر با واکنش موج تازه‌ای از هنرمندان و مجموعه داران محافظه‌کار روبرو شد. این موج نوظهور که به اون جنبش پیشه هم گفته میشه، ابتدا به سرامیک و بعد به فلز روی آورد و خیلی زود پارچه و الیاف را به کار گرفت. تأثیرات این جریان بر هنر معاصر در سالهای اخیر مشهودتر است. به عنوان مثال، پارچه و الیاف در آثار هنری نمایشگاه فیاک و دو سالانه های هنر معاصر لیون حضور قابل توجهی داشتند. این جریان مخالف فرهنگ غالبه و تأکیدش بر قابل لمس بودن ماده به کار رفته در آثار هنری و تماس مستقیم با اون ماده است. با ادامه روند دیجیتالی شدن جهان، این جریان مخالف هم به حیات خودش ادامه میده و بدون شک ادامه این جریان ضروریه.